هر از چندگاهی خبری از سرزمین وحی به گوش می رسد که نشان دهنده فاصله گرفتن بیش از پیش حکومت آل سعود از اسلام است از آزاد شدن فروشگاه های مشروبات الکلی گرفته تا باز شدن سالن های مخصوص رقص و پارتی همه و همه نشان دهنده این حرکت است حالا هم خبر تخریب یک مسجد و تبدیل آن به سالن اپرا در این کشور مثل بوم در رسانه ها و فضای مجازی صدا کرده و موجی از اعتراض ها را علیه آل سعود به دنبال داشته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. فعالان سعودی در شبکه های ارتباط جمعی ویدیویی از نمازگزاران یکی از مساجد شهر جده در عربستان پس از ادای آخرین نماز جمعه و قبل از تخریب این مسجد به منظور تأسیس یک پروژه سرمایه گذاری توسط محمد بن سلمان ولی احت سعودی را منتشر کردند. در این ویدیو منتشر شده نمازگزاران پس از اقامه آخرین نماز جمعه در مسجد در حال گریه همدیگر را در آغوش گرفتند. در حالی که نمیدانند پس از تخریب این مسجد که سالهای بسیاری آنها را دور هم گرد آورده باز همدیگر را ملاقات خواهند کرد یا خیر تخریب مسجد در حالی صورت گرفت که محمد بن سلمان یک پروژه سرمایه گذاری جدید برای ساخت چهار بنای مهم جهانی خانه اوپرا موزه استادیوم ورزشی و های اقیانوسی و مزارع مرجانی را علاوه بر ده پروژه توریستی ویژه را در چهارچوب اجرای برنامه های چشمنداز 2030 در این شهر آغاز کرده است. در چند روز گذشته و الان های اجتماعی با دو هشتک تخریب جده و تهدید جده بر اینکه یک فاجعه بشری اجتماعی و اقتصادی دست کم به بیش از یک میلیون نفر لطمه خواهد زد تاکید کردند در پایان لازم به یادآوری است که تخریب مسجد به دستور مقام های ارشد آل سعود که مخالف نص سریح آیات قرآن کریم درباره عدم تخریب مساجد است اولین اقدام ضد اسلامی این خاندان به شمار نمی رود. بلکه آزاد شدن خرید و فروش مشروبات الکلی تا باز شدن سالن های مخصوص رقص و پارتی در شهرهای مختلف عربستان از دیگر اقدام های صورت گرفته توسط آل سعود در چند سال اخیر به شمار می رود.